سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه 15 ماه قوس سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 6 ماه دسامبر سال 2010 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. منحل شدن 54 شرکت خصوصی امنیتی. اظهارات دیوید پتریوس درباره ریشه های فساد در افغانستان. و کشته شدن بیشتر از 40 تن در دوامله انتحاری در پاکستان. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت امور داخله از منحل شدن 54 شرکت خصوصی امنیتی خبر میدهد که بدون مجوز قانونی کار میکنند، در حالی که 11 روز به پایان مهلت تعیین شده درباره الغای شرکت های خصوصی امنیتی مانده است. وزارت امور داخله میگوید که شمار از این شرکت ها با فعالیت های محدود بر جا خواهند ماند، هرچند این وزارت هشدار میدهد که در صورت ثابت شدن پیوند نزدیک شرکت های خصوصی امنیتی با مقامات بلندپایه افغان، این شرکت ها نیز منحل خواهند شد. پیوند شماری از مقام های بلند پایه دولت با شماری از شرکت های خصوصی امنیتی از پیش مطرح بوده است. اکنون وزارت امور داخله می گوید که بررسی ها درباره چگونگی این قضیه رو به پایان هستند. 17 دسامبر این کمپانی هم در صورتی که ارتباط از یا با اعضای بلند رتبه دولت تثبیت شوه، ارتباط نزدیک از یا که قرابت داشته باشه، البته قرابت نزدیک، این کمپانی هم به می کاتگوری لغو خواهد شد و جای ازیر پلیس پرخواد کرد. از میان 57 شرکت خصوصی امنیتی که بدون مجوز در افغانستان فعالیت داشتند، تنها 3 شرکت بر جا مانده است. وزارت امور داخله میگوید که این 3 شرکت نیز تا بیش از یک هفته دیگر منحل خواهند شد. کمپانیایی که مسئولیت تامین امنیت سفارتخانه ها را داره، بیسای نظامی را داره، از قرارگاه دفاتر ملل متحد داره و یا قراردادهای قبلا با پروژه های انکشافی عقد کرده و فعلا در محل است و اگر یا لغو شوه یا از بین بره کار پروژه توقف میشه، یا مطابق یک میکانیزم باقی میمونه. شمار آن شرکت های خصوصی امنیتی که به گونه قانونی فعالیت دارند 52 گفته شده است. در این 52 شرکت 26510 نفر کار میکنند که در میانشان شهروندان خارجی نیز هستند. فساد بخش از تاریخ و فرهنگ افغانستان بوده است. دیوید پتریوس، فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان، میگوید که فساد از زمانی که این کشور به میان آمده است وجود داشته و باید انتظارها در افغانستان کاهش یابند و نمیتوان به زودی به تمامی چالش‌های این کشور رسیدگی کرد. دیوید پتریوس رئیس جمهور کرزی را به ثروت اندوزی متهم نمی کند، اما تاکید می ورزد که اطرافیان ای آلوده به فساد هستند. دیوید پتریوس، فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان، در گفتگوی با شبکه خبری ABC گفته است که نباید در فرصت‌های اندک از افغانستان انتظارات بیش از حد داشت. و نیز تاکید میکند که در حال حاضر وی با رئیس جمهور کرزی رابطه خوبی دارد. اینجا افغانستان است و قرار نیست که این کشور در یک دهه یا کمتر از آن به سوئیس مبدل شود. من فکر میکنم که ما باید خودمان را به جای رئیس جمهور کرزی قرار دهیم تا چالش های فراراه وی را دریابیم. در این حال رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده آمریکا در گفتگوی با شبکه NBC تصمیم رئیس جمهور اوباما را درباره ادامه نبرد در افغانستان درست میداند و میگوید که نباید نبرد در افغانستان با جنگ ویتنام مقایسه شود. با باور من افغانستان مانند ویتنام نیست. ما نباید در ویتنام میبودیم. آن یک جنگ فرسایشی بود. دلایل زیادی وجود دارند که جنگ ویتنام یک اشتباه بود، اما بودن ما در افغانستان هدفمندانه است. این گفته ها در حال ابراز می شوند که در تازه ترین سند هایی که سوی صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس پخش شدند، رئیس جمهور کرزی در آن یک رهبر ناتوان و هزیان گو گفته شده است. احمدضیا مسعود، معاون اول پیشین رئیس جمهور کرزی، گزارش های ویکی‌لیکس را درباره خودش به شدت رد می کند. آقای مسعود از حکومت افغانستان، امارات عرب و سفارت امریکا در کابل میخواهد تا این موضوع را به گونه جدی بررسی کنند. از سوی دیگر باید میافزاید افراد در کشور هستند که به خارجیان جاسوسی میکنند. در روزهای اخیر ویکی‌لیکس گزارش را پخش کرد که احمدضیا مسعود، معاون اول پیشین رئیس جمهور کرزی، 52 میلیون دلار پول نقد را به دبی انتقال داده است. اما احمدضیا مسعود این گزارش را به شدت رد میکند و از حکومت افغانستان، امارات عرب و سفارت امریکا میخواهد تا این موضوع را به گونه جدی بررسی کنند.
آقای مسعود میگوید که در صورت نادرست بودن این موضوع باید مسئول پخش این گزارش خساره های مالی و معنوی را جبران کند و نیز به دادگاه کشانیده شود. تقاضای ما از رئیس جمهور افغانستان است که برای لوی سانوالی افغانستان و وزارت خارجه افغانستان هدایت فرمایند تا موضوع را به صورت جدی تعقیب نمایند و کسانی که مرتکب همچه خیانت و همچه جنایت شدن هرچی دوتر اونا را ولو به هر سویه که بوده باشن یا به هر سویه که باشن به دادگاه معرفی بکنن. با گفته آقای مسعود سفارت ایالات متحده آمریکا درباره انتقال این پول اطلاعات کافی در دست دارد و می داند که چی کسی آن را انتقال داده است. وقتی که سفارت آمریکا میگه که این پول انتقال داده شده و اصل مندش هم نمیگه که کجا بوده، چی وقت، در کدام تاریخ، کدام زمان، درست؟ حتما یک کسی کار کرده و همون نفر باید پیدا شود، یا او خارجی است یا مسلم یا کسی دیگر است. در پایین هم احمد ضیا مسعود میگوید که کسانی در افغانستان هستند که به خارجیان جاسوسی میکنند. بعضی کسارا اصلا در جامعه ما شما که اطلاعات غلط به سفارتخانه میرسانند و بسایه های بلند هم هستن متاسفانه که این از زندگی ننگین و خودی های شرم ندارن به خارجی ها جاسوسی میکنن. آقای مسعود میگوید که پیش از این نیز از سوی برخی از رسانه های غربی با انتقادهای نادرست روبرو شده است. مبارزه با هراس افغانی بدون همکاری پاکستان ناممکن است. وزیر امور خارجه با ابراز این مطلب میگوید که اگر پاکستان در کار مبارزه با هراس افغانی تلاش جدی نکند آینده خوب نخواهد داشت. وزیر امور خارجه پخش از صاد محرم راسه بیکلیکس نیز نگاهش می کند و می گوید که چنین گزارش های به اعتمادی ها را میان کشورها به میان می آورد. وزیر امور خارجه می گوید که بحران اعتماد میان افغانستان و پاکستان کاهش یافته است و این دو کشور در تلاشند تا برای مبارزه با هراس افغانی همکاری های امنیتی و استخباراتی را افزایش دهند. وی می افزاید که پاکستان امروزی پاکستان 4 سال پیش نیست و پاکستان این را درک کرده است که برای مبارزه با هراس افغانی باید تلاش جدی نماید. همه مقامات پاکستانی هم به این عقیده رسیدن که اگر یک مجادله جدی در مقابل تروریسم در پاکستان و در منطقه نشه این خودش خطرات بسیار کلان برای آینده پاکستان مطرح خواهد کرد. وزیر امور خارجه پخش اسناد محرم را از سوی ویکیلیکس بحران آفرین می‌داند و می‌گوید که پخش این گونه اسناد سبب ایجاد بی‌اعتمادی میان کشورها می‌شود. یکی از منفی‌ترین اثرات افشای این اسرار است که عدم بی‌اعتمادی به وجود آورده. و عدم بی‌اعتمادی البته در فضای تشنجی که در دنیا و منطقه وجود دارد، چی در مسائل اقتصادی، چی در مسائل سیاسی و چی در مسائل امنیتی، کار همه را بسیار مشکل‌تر می‌سازد. وای که درباره سومین نشست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و افغانستان بر رسانه ها سخن می گفت می گوید که افزایش همکاری های ترانزیتی و بازرگانی و گفتگوها درباره مشکلات پناهجویان افغان در ایران از مسائل مهمی بودند که در این نشست به بررسی گرفته شدند. وای می افزاید که ایران پذیرفته است تا در آینده نزدیک 700 تن از زندانیان افغان را رها کند و شماری از زندانیانی که محکوم به اعدام هستند محکوم به حبس شوند. گفته نیست که نزدیک به 3 میلیون پناهجوی افغان در ایران زندگی می کنند که 1.5 میلیون این پناهجویان به گونه غیر قانونی در آنجا به سر می برند. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک گروه ربایندگان خبر می دهد. سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که کارمندان این ریاست در اقدام ویژه یک گروه 6 نفری ربایندگان را با شمول سرگروه آنان در کابل بازداشت کرده است. در این حال سخنگوی این ریاست از بازداشت چندین گروه هراس افغان در شمار از ولایت‌ها نیز سخن می‌گوید. سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که کارمندان این ریاست در 10 روز گذشته یک گروه 6 نفری ربایندگان را در کابل، یک گروه 5 نفری سازماندهندگان حمله‌های هراس افغانان را در ولایت لغمان، یک گروه 30 نفری هراس افغانان را در ولایت هرات و یک گروه 4 نفری سازماندهندگان حمله های انتحاری را در کابل شناسایی و بازداشت کرده اند. این گروه اختطافگرا از مدت چندین سال به این طرف در شهر کابل فعالیت های وقفوی را انجام می دادن. تعداد زیادی از هموطنان ما را اینا اختطاف کردن و در مقابلش پول اخذ کردن و زمانی که این فعالیت ها را انجام می دادن
و خارج از کشور اینا فنا می بردن تا وقتی که زمینه را برای فعالیت های دیگه خود اینا مساعد می دیدن. آقای انصاری می افزاید که گروه 5 نفری هراس افغان در ولایت لغمان ماه گذشته 2 انفجار را در بخش های غیر نظامی شهر مهتلام این ولایت به دستور محمد نظر یکی از فرماندهان گروه طالبان سازماندهی کرده بود. در خانه بردن و در اوج صاحب مال دانه ببسته کردن در کلیم که در چیز کارت داغ میکرد در جانای منی کلش چیزش موجود است زده رفتن و ما را میگفتن 100 لک دلار بتی بعد میگفت برو 1 لک کم کردیم 99 لک بتی بعد میگفت برو خیر است که تو بسیار مریضیستی چیزستی 98 لک. به گفته سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی از نزد این افراد مقدار جنگ افزار، مواد انفجاری و نیز چند موتر به دست نیروهای امنیت ملی افتاده است. محمد یونس قانونی رئیس پلیس جرگه هر گونه توافق با رئیس جمهور کرزی را بر سر کرسی ریاست پلیس جرگه به شدت رد می کند. پیش از این گزارش درباره توافقنامه میان رئیس جمهور کرزی با آقای قانونی درباره تبدیل پنجشیر به بولسوالی و گماشتن یکی از اعضای حزب افغانستان نوین به سمت وزیر تحصیلات عالی و معارف پخش شده بود. آقای قانونی این گزارش را بی بنیاد می خواند. از سوی هم ریاست جمهوری این ادعا را رد می کند. یک ورق پاره که جعل محض، کسب محض است و 2 روز قبل از برگزاری انتخابات ولسی جرگه توسط افراد معینی که اونا تصور میکردن با پخش این ورق پاره های بی محتوا بتوانند رأی مردم را از ما بگیرند، در ذهنیت مردم یک نوع تشویش و نگرانی را خلق بکنند و تصورشان این بود که از این طریق میتوانند رأی مردم را تغییر بدن که 2.5 ماه قبل از امروزی پخش شده بود. شمار از بازماندگان کسانی که در سقوط هواپیمای مسافربری پامیر که در ماه سنبله سال روان جانهایشان را از دست دادن میگویند که تاکنون این شرکت به وعده‌هایش درباره پرداخت پول بیمه با خانواده‌های قربانیان عمل نکرده است. آنان میگویند که بارها به نهادهای مسئول در این باره رجوع کردند اما تاکنون هیچ نهادی به شکایت‌های آنان رسیدگی نکرده است. هواپیمای مسافربری پامیر به روز 27 ماه سنبله امسال که از قندوز به کابل می آمد در شمال کابل در دره‌های کوه هندوکش سقوط کرد. بازماندگان قربانیان این رویداد می گویند که این شرکت هواپیمایی تا کنون به وعده هایش در باره پرداخت پول و بازماندگان قربانیان عمل نکرده است. رئیس پامیر از طریق رسانه ها اعلان کرد که ما تیاری ما بیمه است و ما مبلغ 1,40,000 دلار امریکایی در بدل هر شهید شما برتان می پردازیم. ولی مدت 7 ماه می شود که ما در سوگ عزیزان مانستیم و هیچ مراجعی زیسلای دولت با عرض ما رسیدگی نکرد. شوهر ما همه مردمش می فهمه، خارج داخل همگی می فهمه. قسمی که خودشان در میدیا اعلان کردن که ما هر خانواده را هر خانواده شهید مبلغ 1,40,000 دلار امریکایی ما میپردازیم. بستر ما قسم است که هر چیزی که از دست ما میه 2 تا اولاد خودم از دست دادیم. من فدایی هستم. بر آمدیم باید کشته شوم تا مادامی که حق داده شود. از سوی هم وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید که این وزارت مسئولیت هایش را درباره سقوط این هواپیما انجام داده است. ای پرداخت بیمه یک امر ضروری است که باید ایره شرکت محترم پامیر باید میکرد، ولی تا اکنون که انجام نداده، بیمه را پرداخت نکرده، واقعا یک مشکل برای وزارت ترانسپورت هوانوردی هم بوده. ما به خاطر حل از این موضوع خصوصا به مقامات دولتی و روی سانوالی چندین مکاتب ارسال کردیم که مکتوب آخر ما شماره مکتوب 308 تاریخ 9/9/89 بوده و ازوا در امیراستا طلب همکاری شدیم. با ساعت ها انتظار در لوی سارنوالی و تماس های پی هم با شرکت هواپیمایی پامیر خواستیم تا نظر مسئولان لوی سارنوالی و مسئولان شرکت هواپیمایی پامیر را نیز در این زمینه داشته باشیم، اما آنان حاضر به گفتگو نشدند.